خب میریم سراغ خروجی گرفتن روی تیپ. ما توی درسای قبلی دیدیم که اگر این تدوینمون رو بخوایم تبدیل به یه فایل بکنیم و جایی بفرستیم چی کار باید بکنیم. اما حالا میخوایم ببینیم اگر بخوایم اون رو روی تیپ بیاریم چی کار میتونیم بکنیم. دو تا عنوانی که شما میتونید باهاش تدوینتون رو به تیپ منتقل کنید، یعنی در واقع روی نوار دیوی یا هر چیزی ریکورد بکنید، فایل پرینت تو ویدیو و ادیت تو تیپ هستن. ادیت تو تیپ روش خیلی دقیق تریه، پرینت تو ویدیو یه مقدار روش راحت تریه، ولی خب دقت ادیت تو تیپ رو نداره، نه از بابت اینی که ممکنه تصویر شما عجیب غریب تغییر بکنه، صدای شما تغییر بکنه یا هر چیزی. منظورم از دقت تغییر سیکونس شما نیست به هیچ وجه، به این معناست که شما با ادیت تو تیپ میتونید بگید مثلا از ثانیه 50 تیپ خامی که الان توی دستگاه شروع کن به ریکورد کردن. من این تصویر رو میبندم، ادیت تو تیپ رو. خب اول با هم پرینت تو ویدیو رو میبینیم. وقتی شما پرینت تو ویدیو رو میزنین، اینجا ازتون میپرسه که چند ثانیه قبل تصویر کالر بار میخواین. در واقع شروع سیکونس شما اینجاست و پایانش اینجا. البته من اگر این تیکه دوم رو حذف بکنم، شما میبینید که از اینجا شروع میشه تا اینجا. قبل از اینکه این قسمت شروع بشه ازتون میپرسه چند ثانیه کالر بار بذاره. مثلا شما میگید 5 ثانیه کالر بار بذار، 2 ثانیه تصویر سیاه بعدش نمایش بده. ممکنه شما تصویر سیاه بعدش رو نخواید، بعدش یه اسلیت داشته باشیم، در واقع شناسنامه کار که میتونه اسم سیکونستون باشه، اسم سکانستون باشه، میتونه یه فایل تصویری باشه یا یه تکست باشه، یه نوشته باشه که من اینجا نوشته رو انتخاب کردم. بعدش دوباره تصویر سیاه بذار برای من که مثلا 2 ثانیه باشه و بعدش یه شمارش معکوس. اینجا از ما میپرسه که میخواین بین این پوینت تا آوت پوینتتون رو خروجی بگیرم، یعنی در واقع اگر من اینجا یه این پوینت بزنم یه آوت پوینت، فقط بین همین تیکه رو خروجی میگیره. یعنی اگر ما بخوایم یه قسمت خاص رو فقط خروجی بگیریم، میتونیم از طریق این پوینت و آوت پوینت همونطور که توی قسمت قبل دیدیم این کار رو انجام بدیم. من میام ببینم فایل پرینت تو ویدیو دوباره و اینجا به جای این پوینت تو آوت پوینت، به جای اینکه بگم از اینجا تا اینجا رو برام خروجی بگیر، میگم انتایر میدیا رو خروجی بگیر، یعنی از اول تا آخر. لوپ برای زمانی که شما میخواین چند بار پشت هم نمایش داده بشه. تریلر هم اون میزان خلأ سیاهی انتهای کار ماست. معمولا توی استاندارد تلویزیونی توصیه میکنند که وقتی شما کل سکانستون رو خروجی گرفتین یه مقداری هم بعدش سیاهی برین. این در واقع همون میزان هست. مثلا من اینجا همون 5 ثانیه به نظرم استاندارد خوبیه. Automatically start recording در واقع این عنوان اگر شما فعالش بکنید، اگر دک دیوی داشته باشید، اگر دوربین دیوی داشته باشید یا اچ دی وی یا هر دیوایسی که کامپیوتر بتونه کنترلش بکنه. راجع بحث کنترل دیوایس ها توی قسمت کپچر خیلی صحبت کردیم. اگر بتونه کنترلش بکنه، به محض اینکه من این رو فعال بکنم و اوکی رو بزنم، وقتی رندر این قسمت تمام بشه خودش ریکورد رو روی قطعه شما میزنه. اما اگر دستی میخواید خودتون ریکورد بکنید، این عنوان رو بردارید، من اوکی رو میزنم، اول سکانس رو برای من یه بار رندر میکنه که تیک یا اشکالی نداشته باشه. اینجا دستوری که شما میبینید به این معناست که ریکورد رو روی تیپتون، روی دوربینتون یا هر وسیله‌ای که دارید باهاش ریکورد میکنید بزنید. شما ریکورد رو میزنید، بعد از زدن ریکورد اوکی رو میزنید. همونطور که میبینید اول کالر بار پر شما پخش میکنه، بعد اسلیت شما رو همونطور که من زدم، بعد از اسلیت تصویر سیاه و بعد شمارش معکوس. شمارش معکوس که تموم بشه کلیپ ما شروع میشه. و
وقتی این تدوین تموم شد، البته فکر کنم دیگه الان حدودا تموم بشه. بله واقعا چقدرم این کار با دقت تدوین شده، من واقعا معذرت میخوام از تمام کسانی که به تدوین این کار حساسیت دارن. و این اون 5 ثانیه ای هستش که ما اونجا گذاشتیم، 5 ثانیه سیاهی میره و تموم شد. شما اینجا میتونید استاپ رو روی دکتون یا روی دوربینتون بزنید. خب توی قسمت بعدی با هم ادیت تو تیپ رو میبینیم.